ساعت پیش با شیخ مصطفی ادیب هندی وکیل آیت الله العظمی شیرازی در هند از لکنو گفتگوی داشتم و از او پرسیدم لطفاً در رابطه با روند چند سالگی پرونده حسینی کربلا در دادگاه که منجر به صدور حکم در دادگاه تجدید نظر شد توضیح بفرمایید و همچنین بیان بفرمایید که آیا امیدی به صدور رأی مجدد به نفع شیعیان در این زمینه هست یا خیر. پاسخ شیخ مصطفی ادیب هندی را با هم بشنویم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در مورد این صدور حکم در توسط دادگاه در شهر اندور ایالت مدر پردیش باید گفته شود که این جریان چندین سال هست و در سال 2019 در حق وقف یعنی اوقاف رای داده شده بود، ولی ادعای شهرداری درخواست کردن، تجدید نظر کردن و الان امروز یعنی دادگاه به حق شهرداری شهر اندور این حکم را صادر کرد. گفتنی است این دارین مزید این الان اگر شما در جریان باشید، دوستانم در جریان باشند که لایه جدیدی که دولت هندوستان میخواد بیاره در همین قبیل است که هر جا که یک فردی یا مثلا شهرداری ادعا کند این مال ما هست، خود به خود مال اونها میشه، مگر اینکه اینها بیان بتونن ثابت کنن و تمام مدارکی که این مال ما بوده، یعنی قاعده ید دیگه اینجا حاکم نخواهد بود. و معمولا این اوقاف ها، این وقف ها، این زمین ها مال 100 سال 150 سال 200 سال قبل بوده، شاید مدارکی اصلا نباده بوده، فقط مثلا به قولی بوده، قراردادی بوده، پادشاه اون منطقه، راجای اون منطقه، نواب اون منطقه این رو بخشیده بود و مردم اون رو استفاده میکردن در حسینیه به عنوان حسینیه یا به عنوان زمین کربلا یا به عنوان برای دفن چیزهای تبرکات عزا و اینجور چیزا که تو هند مرسوم هست. لذا این یک نمونه از این چیزها هست که اگر این لایحه که الان در پارلمان هست اگر این اجرا بشه و دولت این رو تصویب کنه، دیگه همینجوری تمام اوقاف شیعیان و مسلمانان از دست میره و این حکم دادگاه اصلا خلاف اصل قوانین هندوستان است. هنوز که این لایحه عملی نشده و این لایحه این باید به حق وقف بوده باشد، ولی اینجوری شده. حالا راهی که برای اوقاف مونده اینه که بره به دادگاه عالی کشور شکایت کنن و این پرونده اونجا تشکیل بشه و تجدید نظر بشه. ولی این کل جریان اینه است که این حکومت و این دولت میخواد کل اوقاف و کل زمین های شیعیان و مسلمانان را که خیلی زیادم هست را به دست بگیره و به عنوان ملکیت خود ازش استفاده کنه. با تشکر از شیخ مصطفی ادیب هندی وکیل آیت الله العظمی شیرازی در هند از لکنو که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.